اینجا مراسم یادبود از 22 سالگرد استاد محمد سعید مشعل در نگارخانه مقام انفلایت است. این خانه‌نگاری یکی از آثار زنده استاد مشعل است که به همت همین شخصیت فرهنگی و شاگردانش به سبک مکتب هرات تزئین و مرمتکاری شده بود. شماری از اشتراک کنندگان این مراسم با توجه به جایگاه علمی فرهنگی استاد مشعل آن را یک شخصیت چند بودی می خوانند. استاد مشعل یکی از افتخارات بسیار بزرگ کشور ما هستند و یک شخصیت بسیار چند بودی بودند. شما نگاه کنین که به انواع هنرهایی که در این منطقه و کشور ما هستند آشنایی داشتند. در پالیو از که نویسنده بودن، شاعر بودن، مورخ بودن، هراتشناس بودن، مکتب بهزادر کاملا میشناختن، همچنین هنر نقاشی، میناتوری، تزئین‌کاری، گچسازی، مجسمه‌سازی، شبکه بری و با این همه هنرها و حتی موسیقی آشنایی بسیار کامل داشتن. همزمان با این مشعل و امیر نام اثری است از استاد مشعل که امروز در هرات رونمایی شده است. شماری از فرهنگیان هراتی با تاکید بر جایگاه استاد مشعل میگویند که باید برای احیای مکتب هنری هرات اقدام شود. جایگاه استاد امروز فراموش شده است. به عنوان یکی از قله‌های مکتب هرات و مکتب معاصر هرات و کسی که نگارستان بهزادر احیا کرده یاد استاد هست، ولی خب نسل جدید از استاد قدر آشنایی نداره، بلکه استاد یکی از شامخترین شخصیت های هستند که در تاریخ معاصر هنر هرات کار کردند و در قسمت احیای نگارستان بهزاد آثار ارزشمند داشتند و دارند که امروز ما شاهد رونمایی یکی از آثار مرقعی از اونا هستیم و همچنین به یاد بود از وفات از اونا گرده هم. با این حال مسئولان اداره مالی هرات میگویند که تقدیر از علما و فرهنگیان کشور وجیبه ای است که برای رشد آثار فرهنگی افغانستان مؤثر می باشد. امروز سالیاد استاد بزرگوار مشعل صاحب بود و مناسبت خاص در این جای گرفته شده بود، چون که حال استاد و شاگردایش میناتوری کردن و زیبا ساختن که شما میبینین. ما باید گذشتگان خود، علمای خود قدر بکنیم. به همون سلسله جلسات امروزی جلسه گرفته شد. در همین حال شماری از فعالان مدنی هرات با اشاره به ارزش‌های فرهنگی میگویند که حکومت برای حفظ جایگاه ارزش‌های فرهنگی کم توجهی میکند. سید اشرف سادات یکی از فعالان مدنی در هرات میگوید که هنرمندان در این ولایت وضعیت خوب ندارند. متاسفانه مانند همه پدیده‌های مثبت وضعیت هنر وضعیت خوبی نیست، وضعیت هنرمند وضعیت خوبی نیست. ما در بدترین شرایط هنرمندان خود داریم، فرهنگیان و نقاشای خود داریم. باید یک دیگرگونه اندیشی به وجود بیاید تا ما بریم به طرف بهسازی وضعیت هنری و وضعیت فرهنگی. طبیعتاً امروز در شرایط قرار گرفتیم که خیلی از کسایی که میام از هرات نمایندگی میکنم اصالت فرهنگی هرات در نظر نمیگیرن و این به معنای پشت پا زدن با اصالت فرهنگی و جایگاه فرهنگی هرات میتونه باشه. در کنار این مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات نیز میپذیرند که با توجه به نبود بودجه کافی به فرهنگیان هراتی رسیدگی نشده است. دولت تقریبا چیز در حدود 90% بودجه خود رو میبینن که صرف ادارات امنیتی و مصرف تامین امنیت در حکومت میکنه و بودجه در سکتور فرهنگ خیلی کم اختصاص پیدا میکنه و آن هم ما میبینیم در بسیاری از کدها در بخش فرهنگ، مثلا در بخش فرهنگ سازی هیچ پول به دسترس اداره اطلاعات فرهنگ قرار نمیگیره و برای برگزاری محافل، برای برگزاری همایش ها، برای چاپ کتاب هیچ گونه بودجه در طی چند سال گذشته به دسترس اداره اطلاعات فرهنگ قرار نگرفته. این در حالی است که سید عظیم کبرزانی یکی از نمایندگان مردم هرات در مجلس میگوید اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت برای رشد ارزش‌های فرهنگی و فرهنگیان این ولایت کمکاری می‌کند.
به عنوان وکیل این شهر توقع داشتم میگوید که وقتی تماس گرفتم به مسئولین اطلاعات و فرهنگ در وقت ساختن بودجه از اونا خواهش کردم که لطفاً هر پروژه‌ای که نیاز دارین و نیازمندی‌های خود را برای ما روان کنید، اما متاسفانه اونا استقبال نکردن. وی ظفر میرسونه که اینا فقط پوستر اشغال کردن و روزمره کار میکنن، به صورتی که به دورنمای هرات و برای هرات هیچ برنامه ندارن. و اینو من احساس کردم چون شخصاً به عنوان یک از کسانی که در کمیسیون ملی بودجه بودم تماس گرفتم و از اونا خواستم که لطفاً هر مشکلی که دارین به ما در جریان بگذارین که ما در بودجه سال آینده بگماریم. اما متاسفانه اینا حتی تلفن خود جواب ندادن و تعقیب هم نکردن. گفتنی است که استاد محمد سعید مشعل از جمله چهره های هنری فرهنگی افغانستان به شمار می رود که هنر نقاشی و میناتوری را در سطح افغانستان به عنوان یک میراث فرهنگی حفظ کرد و در تاریخ 12 دل و سال 1376 خورشیدی در شهر هرات درگذشت.